گرت هواست که این ظلم گستران بروند، گرت هواست که این ظلم گستران بروند، ستم پذیر مشو تا ستمگران بروند. چراغ مظلمه ظالمان به دوش مکش، که از دیار تو این ظلم گستران بروند. نماز خلوت جان را به رهگذار مخوان، که از حریم خدای تو کافران بروند. بخوان سلامت حقجوی سینه پاکان را، بسا که نیم شبی کهن ساهران بروند. چو حکم سنگ دلان جاری است با زر و زور، همیشه در پیشان سست باوران بروند. بود که صبح دمی سر زند ز مکمن غیب، که قاصدان شب از دشت خاوران بروند. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هممیهنان ارجمند در هر کجای گیتی که هستند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آغازم. هفته پیش خبری از ایران به من رسید، یعنی بر روی پست الکترونیک، که هم خندم گرفت و هم افسوس خوردم. و اون این بود که شما حتما نام آقای حداد عادل رو شنیدید. این گمان کنم یا پدر داماد خامنه ایه یا پدر عروس خامنه ایه. به هر روی یه جایش به آقا وصله که هرچی پست شما فکر کنید یه دونه مزد رضای خدا به ایشون دادن. و هم نماینده مجلس آخونداست، هم کاندیدای قبول شده شورای نگهبان قانون اساسیه، هم کاندیدای جمهوری اسلامیه، هم رئیس کمیسیون نمیدونم خارجه مجلس آخوندیه، و از همه مهمتر دیروز فهمیدم که آقا ریاست فرهنگستان، خوب لغت رو دقت کنید، ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران رو هم داره. یعنی چی؟ خب کاندید نمایندگیش مجانیه، میره کاندید میشه، اون آقا رهبرم که پشتشه، دلش بخواد قبول میشه، دلش نخواد میشه. تو مجلس هم که هرچی بخواد، داماد، پدر داماد اون آقای یه دسته حتما میره. بعد ریاست جمهوری هم بخواد میره، هر کاری بخواد میتونه، برای که اینا سیاسیه، اینا شعور و نمیدونم این کارهای مهم رو در کشور ما نداره، در کشورهای دیگه داره، در اونجا نداره. اما بیان یه پست ادبی، اونم در سطح آکادمیک، در سطح بالا، یعنی فرهنگستان زبان، جاهایی که بزرگان واقعا تجدید نشدنی، تکرار نشدنی، مانند آقای دکتر حسین گلگلاب، آقای بهرام فرهوشی، آقای جهانشاهی، آقای محمد مقدم و اینهایی که اصلا اسطوره های زبان بودند، در اونجا بودند، حالا یهو یه آدمی به نام غلام علی، غلام علی اسم ببینید، اسم آقا غلام علی، فامیلش حداد عادل، اون وقت رئیس فرهنگستان زبان ایران. در کشوری که نبض سیاسی و اجتماعیش در دست آدم های اراذلی، مداح های مختلفی، مداح، شما بید شغل رو نگاه کنید، آقا مداحن، آقا مداحی هم شد شغل، همونطور که آخوندی شغل نیست، مداحی هم شغل نیست. آخوندی کجا شغله؟ یه ماش یاوه اون بالای منبر میگیم یا پایین، شغله؟ کدوم این آخونده رو شما دیدید؟ گفت که اون آقای علم الهدا گفت آخوند محتاط شما ندید، ما همه هم پول داریم،
راست میگه، تا ابله در جهانه مفلس در نمیمانه، پیشرفت میکنه، حتما پیشرفت میکنه. حالا در کشوری که امثال مداهان، رجزخان، یاوه‌گوی، زورگوی هستن که تیراندازی میکنن به مردم بیگناه، و رئیس سپاه پاسداران به جایی که بگه ای کار بدی کرده، میگه بله جواز داشتن ایشون. احمق، جواز داشتن که حمل کنن، ولی جواز ندارن که تیراندازی کنن. به هر حال در یه همچی کشوری خب معلومه که ریاست فرهنگستان ادب و فرهنگ ایران رو میدن به یه آدمی به نام حداد عادل. شاید بپرسید چرا؟ ایشون سخنانی هفته پیش گفتن که اگر من بخوام تمام سخنان ایشان رو تفسیر کنم، به نظر من یکی دو سه ساعت زمان رو میگیره، ولی اون چیزایی که میتونیم در این زمان فشرده بگم این رو براتون میگم. ایشون در سخنانشون گفتن که باید همه ملت نسبت به زبان و ادب فارسی تعصب و غیرت داشته باشه و طبق قانون، کدوم قانون؟ چرا قانون برای مردم نخوندیم؟ به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه، یک کلام فارسی توش نیست، اسامی و عناوین بیگانه و اصطلاحات خارجی همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی، سازمان‌ها و شرکت‌ها و نهادهای دولتی موظف هستند که در گزارش‌ها و سخنرانی‌های خود این موضوع را رعایت کنند، یعنی واژه‌های فارسی به کار ببرند. آقای حداد عادل در همه نامه‌ها و اطلاعیه‌هایی که می‌بینیم از طرف رئیس جمهور، نمی‌دونم وزیران، نمایندگان و و و دیگران برای همدیگه فرستاده میشه، ارتشیان، سپاه پاسداران، اینا برای همدیگه می‌نویسن، به معنی نامه می‌خواد شروع شه می‌نویسه السلام علیکم. عجب فارسی خوبیه، السلام علیکم غلیظ، و بعد هم یک جمله عربی من تبع الهدا و غیره دنبالش، و نامه رو شروع بکنن. آقای حداد عادل، آیا سلام علیکم اون عربی به این غلیظی نیست؟ آیا فراموش کردین که شهرداری تهران چندی پیش، دو سال پیش بود گویا، آگاهی نامه ای داد که اگر نام فرزندان خودتون رو از نامهای تازیان انتخاب کنید، بگید نامهای امامزاده ها، بگذارید نام اونها رو از نام امامزاده ها بگذارید، یک سکه زرین شهرداری به شما جایزه میده. عجب قانون داره زبان فارسی رو ترویج میکنه. آیا به اداره آمار و ثبت احوال سر زدید آقای حداد عادل که ببینید چند صد نام تازی جلوی پدران و مادران میگذارن تا نام فرزندان خودشون رو با اون نامهای دور از ذهن نامگذاری کنن؟ و اگر به اونها بگیم آقا ما میخواییم این نام رو بذاریم، آریو برزن مثلا، فوری میگن که این نام دور از ذهنه، نام آریو برزن دور از ذهنه، اما غلام یحیی مثلا خوب به ذهن میخوره، غلام یحیی. حالا یحیی کیه؟ آقای حداد عادل، آیا فراموش کرده اید که زبان تازی را زبان قرآن گفته اید و تکرار میکنید و تأکید میکنید که باید این زبان را فرا بگیرید؟ آقای حداد عادل، شما میگویید مقام رهبری همواره پشتیبان پارسی گویان بوده، چرا دروغ میگین؟ در تمام جشن ها به اصطلاح مذهبی همه سخن ها و سخنرانی ها به زبان تازیه، یا دست کم 80% واژه ها تازیه. قرآن رو تلاوت میکنید، میتونید بگید خب ما مسلمانیم، چرا قرآن رو فارسی نمیخونید تا مردم بفهمن چی نوشته اون تو؟ چطور اینجا دیگه تعصب فارسی ندارید؟ آقای حداد عادل، شما میگویید زبان فارسی رکنی از ارکان هویت ملی ما، اما
در آغاز فتنه نشریه سپاه پاسداران ضمن اینکه یه نیشی هم به من زده بود در همون موقع، به روشنی نوشته بود که سرپردازان، یعنی اونهایی که فارسی پاک سخن میگن، نوکران اسرائیل هم. آقای حداد عادل، شما از یک سوی دین اسلام و از سوی دیگر زبان فارسی را هویت با ارزش ملی ما میدونید، چرا قانونی نمیگذارانید که به جای سلام علیکم و رحمت الله و برکاته همگی ناگزیر شوند بگویند درود بر شما و مهر خداوند و پرتو خداوند بر شما باد؟ چرا به این ستون استوار زبان فارسی تکیه نمی کنی؟ آقای حداد عادل، شما می گویید پدران ما زبان پارسی را ساختند. درست است. این زبان از نیاکان به ما به ارث رسیده و سرمایه‌ای پرارزش است. درست است. و هیچ چیز از زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی کمتر ندارد. پس چرا واژه های درسی دبستان ها را به پارسی دگرگون نمی کنید؟ چرا شعرهای فارسی رو از شعرهای فردوسی رو از کتاب های درسی زدید؟ و این فردوسی پارسی گوی نبود. چرا شعرهاشو در آوردید؟ همچنین آقای حداد عادل، برای آگاهی شما میگم که از دیدگاه زبانشناسی فرانسه و انگلیسی و آلمانی و بسیاری از زبانهای اروپایی در گروه زبانهای هندوآریان هستند، در گروه زبانهای ایندو یوروپیان هستند، در گروه زبانهای ایندو ایرانیان هستند که از بدنه زبان پارسی جدا شدند. بنابراین مسلمه که زبان پارسی مادر اون زبان هاست. آقای حداد عادل، بدبختانه شما خود زبان پارسی را درست نمیدانید، زیرا در همین سخنان خود گفتید روزی به کسی که واژه سری را به کار برد، واژه سری یعنی پشت سر هم، روزی به کسی که واژه سری را به کار برد گفته اید که آقا چرا واژه بیگانه سری را به کار میبرید، واژه فارسی سلسله را چرا به کار نمیبرید؟ از نظر شما آقای حداد عادل، سلسله فارسی است یا عربی است؟ فارسیش میشه زنجیره. شما رئیس فرهنگستان زبان ایران هستی. آقای رئیس فرهنگستان ادب و زبان ایران، همونطور که گفتم، به جای زلزله، به جای سلسله میتوانید زنجیره بگویید و به جای سری هم زنجیره میتوانید بگویید. هنگامی که این سخنان را شنیدم به راستی افسوس خوردم که ما چقدر سقوط کرده ایم. به جای دکتر گل گلاب‌ها، دکتر فرهوشی‌ها، دکتر صادق کیاها، دکتر مقدم‌ها و و و بزرگانی مانند آنها، حداد عادل‌ها نشستند. و به این و این نشان می‌دهد که ما تا چه پایه سقوط کرده ایم. آنگونه که از خبرها من به دستم رسیده و برآورد کردم، در این سخنرانی و میدانداری شما آقای حداد عادل جای فرهیختگانی چون دکتر کزازی که مرد بسیار فرهیخته و زباندانی است و آقای فریدون جنیدی، پروفسور فریدون جنیدی خالی بوده. چطور اینها رو به حساب نمی آورید؟ آقای حداد عادل، به نظر می رسد که از نظر شما فقط واژه‌های انگلیسی و فرانسه و اروپایی واژه بیگانه. زبان تازی و زبان و واژه‌های تازی را هرگز بیگانه نمی شناسید. خود شما در بخشی از قانونی که گذراندید نوشتید که اینهایی که با کتاب‌های ما، با گذشته ما، با تاریخ ما عجین شدند و فرو خدا، اینا فارسی دیگه هستن، اینا معافن از عوض شدن. چرا؟ چرا؟ عربی عربی است، بیگانه بیگانه است. عربی خیلی خطرناکتر از زبان فرانسه و انگلیسی در زبان فارسی است.
یه باره سخن آخر رو بگید، بگید تازی گفتن اشکالی نداره، فقط انگلیسی و فرانسه نگی، راحتمون کنید، چقدر نقاب به چهره میزنید. این سخن شما را من عیناً تکرار میکنم. شما گفته اید این فرهنگستان 23 سال است که تأسیس شده. یعنی چی؟ یعنی 11 سال بعد از فتنه شما. چرا فرهنگستان قبلی رو بستید؟ بعد ادامه دادید، گفتید فعالیت‌های مختلف و برنامه‌های گوناگونی در راستای مقابله با بکارگیری لغت‌های انگلیسی انجام داده اید. فقط انگلیسی بیگانه است. 23 سال مردم رو منتر کردید، دروغ گفتید، اصلا به زبان فارسی کمک نکردید. اگر لغتی ساخته شده، اون قلتک زبان فارسی است که در سرشت این زبان این است که داره وقتی در عبه میره دوباره از درون آتش خودش سر بلند میکنه. حالا شما به حساب خودتون میخواید بذارید، ولی اینطور نیست. اون وقت چسبیدید به زبان انگلیسی. بخوابه شما سرکار حداد عادل، برای آشنایی بیشترتون میگم، خطر عمده برای زبان پارسی زبان تازیست. این رو سرسری نمیگم، از دیدگاه زبانشناسی به شما میگم. زبان تازی مثل واژه هاش مثل میکروب میزان، بیمار میکنن زبان رو، از پا در میارن زبان رو. همونطور که زبانهای آسوری و آشوری و هندی و مصری و قبطی و غیره و غیره و غیره رو همه رو مزمحل کردن و جاش عربی نشست، ولی چون زبان پارسی زبان آریایی نیرومندی بود ایستاد. اما شما باز دارید نعل وارونه میزنید. آقای حداد عادل، گفتم زبان تازی، واژه های زبان تازی مانند میکروب میزان. براتون یه نمونه میارم، یه نمونه، بازم نمونه هرچی بخواید میتونم براتون بیارم، ولی فعلا این یه نمونه داشته باشید. یه واژه به نام جمع به زبان فارسی اومد، حالا که از چه وقت، از زمان حمله تازیان بود، هرچی. این واژه در زبان ما زایید، جمع، مجموع، جامع، جامعه، جماعت، اجماع، اجتماع، جمیع، اجتماعات، جوامع، تجمع، تجمعات، مجتمع و و و دیگران. این زبان رو بیمار نمی کنه، ولی یه واژه به نام رادیو وارد زبان ما بشه که البته اونم نباید می شد، حالا شده. این رادیو سترونه، عقیمه، این واژه دوتا نمیزاد. یعنی شما وقتی میخواییم بگین دوتا رادیو، نمیگید رادیوز، میگید رادیوها، های فارسی نمیذارید. این زبان، این واژه خطرناک نیست، اون واژه خطرناکه. پس روتونو به اون ور کنید. آقای حداد عادل، بیگانه بیگانه است، تازی و انگلیسی نداره. اگر راست میگویید، اگر معتقد به این حرف هستید، نخست از اداره ثبت احوال و آمار ایرانتان آغاز کنید. برای نوزادان ایرانی نامهای ایرانی و پارسی پیشنهاد کنید. مطمئن باشید مردم به سختی از این روش پیشواز میکنن. آقای عادل، نعل وارونه نزنید. نام‌های غلام علی، که خود شما نامتون غلام علیه، که این به نظر من اهانت به ملت ایرانه، چون ملت ایران همیشه یک ملت آزاده‌ای بوده. هیچ وقت کسی نمی اومده از ایران غلام ورداره یا کنیز ورداره ببره جای دیگه بفروشه. از جای دیگه غلام و کنیز می آوردن ایران می فروختن. اون وقت نام‌های غلام علی، غلام حسین، غلام حسن، غلام یحیی، غلام رضا، غلام محمد و ده ها غلام دیگر، آیا این اهانت به ملت ایران نیست؟ ما غلام هیچ کس نیستیم.
ملت ایران غلام هیچ ملت دیگری نیست. همونطور که فردوسی که شما از توی کتابای درسی دبستانی جمعشون کردی شعراشو، فردوسی میگه از ایران جز آزاده هرگز نخواست، از ایران جز آزاده هرگز نخواست، خرید از شما بنده هر کس که خواست، خرید از شما بنده هر کس که خواست. سخن خودم رو با این حادثه تأمل انگیز و اندوهاور پایان میدم. کشور تاجیکستان بخشی از خراسان بزرگ کهن ایران بود که در اثر اعمال سیاست‌های استعماری تکه تکه از ایران جدا کردن، یک تکه هم به نام تاجیکستان. حالا تاجیکستان بعد از 100 خورده سال که زیر فشار و سلطه چیرگی روس‌ها بود آزاد شده، زبان خودش رو نگه داشته، فارسی رو. حالا بگذاریم به هزار ترفند میخوان بگن زبان تاجیکی این، زبان فارسی است، اون زبان تاجیکی است، اون زبان افغانی است، مزخرف میگن، همه اینا یکیه. حالا این در تاجیکستان آمدن آیین بزرگ داشت فردوسی گرفتن. فردوسی کیه؟ فردوسی یک شاعر ایرانی است که قلمش از ده ها شمشیر برنده تره و تونست زبان رو تا حد زیادی نگه داره، نه کاملا، چون به هر حال زبان فقط به یه نفر متکی نی. فردوسی در ایران زاده شد، در ایران زیست، در ایران درگذشت. پس یک ایرانی بود. دولت تاجیکستان آمده بزرگداشت فردوسی رو گرفته به عنوان کشور میزبان این برگزاری آیین‌ها، کشور میزبان تاجیکستان، یه تیکه‌ای از ایران کهن. اون وقت از ایرانی، از کشور ایران، از سرزمین مادر زبان فارسی در جهان، از سرزمین زادگاه فردوسی، جایی که زاده شده فردوسی در اورا، به نام میهمان نماینده خواسته. خجالت نمی کشید. یک کشور دیگه ای آیین بزرگداشت فردوسی بگذاره و از ایران نماینده بخواد تو اون آیین. آقای رئیس فرهنگستان و ادب ایران، شما با ایران و ایرانی بیگانه اید. فهمیدید؟ از دوست ارجمندم آقای سپهر خواهش میکنم که آگهی ها رو پخش بکنم. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره 7 سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران،
تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. من از دوست ارجمند آقای مهندس سپهر خواهش میکنم که شماره تلفن استودیوی پخش رو بگذارید بر روی پرده تلویزیون، چون تلفن ها بازه و دوستان میتونن پرسش هایی بکنن. تا زمانی که میخوان پرسش هاشون رو پخش بشه، من به برخی از پرسش هایی درباره واژه پاسخ میدم. پرسیدند که در نقاشی ها میگن پرسپکتیو. پرسپکتیو یعنی چی؟ معمولا پرسپکتیو رو به دورنما میگن، یعنی یک منظره ای رو که نشون میدن، یه دیدگاهی رو که نشان میدن، به اون در زبان لاتین میگن پرسپکتیو، فارسیش میشه دورنما. بانوی پرسیدند واژه لیدا و مانند اینها، آیا اینها پارسی است یا نه؟ نه خیر، اینها پارسی نیست و بیشتر لاتینه. آقای حمید میم پرسیدن راندومان در زبان لاتین فارسی چی میشه؟ میشه بازده، میشه کار کرد. پرسیدند واژه آتوپیا یعنی چی؟ آتوپیا، آتوپیا یه واژه یونانیه، به معنی مدینه فاضله است یا مدینه سقراط، که فارسیش میشه آرمان شهر. آرمان شهر. میپرسند به جای واژه مشغول چه واژه‌ای رو میتونیم بگذاریم؟ سرگرم، به جایی که بگید من مشغول این کار شدم، میگید من سرگرم این کار شدم. میپرسند به جای اتیکت چه میتوان نوشت؟ همیهنان بینندگان عزیزان، شماره رو آقای مهندس روی پرده تلویزیون گذاشتن، 818-342-30-31. اتیکت فارسیش میشه برچسب. برچسب. بانوی از ایران پرسیدن، چون اسمشون رو گفت نوشتن که من در ایرانم، من نامشون رو نمیگم، میپرسن که اگو و فاضلاب فارسیش چی میشه؟ قبلا من بگم که خود واژه فاضلاب، فاضل یعنی زیادی، اصولا واژه فاضل از فضل میاد، فضل یعنی زیادی، میگن فلان کس خیلی فاضله، یعنی خیلی زیادی میدونه. یا بر صدر بعضی از خانه ها دیدم نوشتن که هازا من فضل ربی، اینجا از زیادی داده های خداوند به من است. بنابراین فاضل یعنی زیادی، فاضلاب یعنی آبهای زیادی. اما به طور کلی در زبان فارسی هم هرزاب میتونید بگید و هم گنداب. گنداب و هرز آب رو، هر دو رو شما میتونید به کار ببرید. میپرسند به جای واژه غلیظ چه میشود نام برد؟ به جای غلیظ هم میشه گفت پرمایه و هم میشه گفت ستبر. یه توضیح من در مورد واژه ستبر بدم. واژه ستبر در زبان فارسی تا حالا به کار میره، به معنی کلوفت نشون داده میشه، مثلا بازوی ستبر، سینه ستبر، یعنی سینه پرحجم. البته کلوفت خودش به معنی غلیظ هم میاد، به معنی غلیظ آمده، ولی فارسی نمیگن. فارسی معمولا ببینید کثیف، خود کثیف یعنی کلوفت، از کثفه میاد به معنی زخامت. بنابراین در زبان فارسی به جای غلیظ میتونید، به جای ستبر میتونید بگید
غلیظ، یا به جای غلیظ به عکسش میتونید بگیم ستب. ستب یعنی پیچیده و سفت و محکم و غلیظ. به جای فریزر چی میشه گفت؟ پرسیدن به جای فریزر چی میشه گفت؟ به جای فریزر میگن یخزن. یخزن. الو الو بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما قربان، بفرمایید. عرض موضوع سرکار، این داربندان همشون عربن. بهترین چیزی که من میتونم بگم اینه که همین روزخان بزرگ، این شالی که انداخته مال فلسطین دور گردنش، بله اون که ننگینه واقعا، نامشه، یعنی نشون میده که این عربه. همه شون مخالف ایران، ایرانی هستن. بله خب آخه من میگم دهنشونو ببندن دیگه، نیان وسط میدون دفاع بکنن از زبان فارسی و بعد خودشون به صراحت بگن که ما تو این 23 سال فقط واژه‌های انگلیسی رو تبدیل به فارسی کردیم. خب این مسخره است. تو کشور فارسی زبان هستی، عرب اومده در حدود 60% واژه‌های تو رو گرفته و اینا رو به کار برده، وقت تو رفتی یقه انگلیسی رو چسبیدی 10-20 صفحه که واژه‌های انگلیسی هم طور که گفتم از نظر زبان شناسی کلی واژه لاتین در زبان ما که بیاد ریشه نمیدوانه. این زبان عربی زبان تازی است که ریشه میدوانه. بله بله کاملا سخنتون درسته. بله اینا ایرانی نیستن. روزتون بخیر. بله. شب و روزتون خوش باشه. بله فریزر رو گفتن یعنی یخزن. الو بفرمایید. درود بر شما جناب دکتر انقطاع گرامی. درود بر شما قربان. دکتر اعتمادی هستم. خوش جناب سپاسگزارم. دکتر انقطاع، به نظر من میآید که ورود بعضی از واژه ها منهای تازی در زبان ایرانی هیچ گونه ضرر و زیانی ندارد، کما این که واژه پارسی هم در زبانهای به اصطلاح لاتین وارد شده که ما همین کاملا در همین کشور آمریکا ملاحظه میکنیم. بله مثلا میگن چلو کباب دیگه، خب خیلی هم جالبه. بله و همینطور که فرمودید چون واژه های خارجی مثل رادیو، تلویزیون و امثال هم که در زبان پارسی میاد، همینطور که شما با دانش و بینشی که دارید عقیم هستند و به زبان پارسی جمع‌بندی میشه، هیچ گونه مانعی ندارد. و از طرف دیگر شما ملاحظه کنید واژه هایی که در زبان پارسی از انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی و کشورهای غربی وارد میشن، واژه‌هایی هستند که غالبا در اثر مجاهدت‌ها، در اثر پیشرفت‌های دانشمندان خارجی که کشف کردند مسائلی رو که مورد پسند بشر و مورد رفاه انسانیت هست، به جا و به معنا می باشد. مثل واژه‌هایی فرض کنید که در پزشکی وارد شده که دانشمندانی مانند پاستور، فلمینگ و امثال هم این واژه‌ها رو کشف کردن که اصلا نبوده در دنیا، خب وارد شده و مورد قبول. فرض کنید اون چه ادیسون کشف کرده، فرض کنید الکتریسته، میگه آیا ما بعد این کلمه الکتریسته به کار ببریم؟ هرگز. بنابراین من میخواهم بگویم که ورود واژه در یک زبان زنده بد نیست، البته منهای تازی به هزار و یک دلیل که تازیان اولا دانش و بینشی نداشتند، در ثانی از آنها به ما
در طی این 1400 سال جز بدبختی، بیچارگی، فلاکت و درموندگی چیز دیگری نصیب نشده و هیچ کتاب تازی شما نمیتوانید ببینید که دارای اثر انسانی و مردمی و از دانش و بینش گذشته از هر نظر به هیچ وجه ارزشی ندارد. البته از قول من، از طرف من، از نظر خود من میگم، از خود تازینامه گرفته تا کتاب‌های دیگر هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد. به ویژه اسامی که انتخاب می‌شود از تازی به راستی مایه فرومایگی است. البته می‌دونید که من نه از نظر این که مسلمان نیستم، متاسفانه مسلمان هستم و هم اسمم به هم فامیلم تازی است، مثل اسم فامیل شما یا اسم فامیل شما دلست. ولی شما هرگز قیافه تازی دارید و به شکرانه اهورامزدا قیافه انسانی و مردمی و ایرانی دارید. این نظر من بود، خواستم به عرض. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. اگر اشکالی نداره روی خط باشید، باز با هم اندکی سخن بگید. ببینید، چون راجع به مسائل زبان و زبانشناسی سخن گفتید، دانشمندان زبان و زبانشناسی با توجه به پیشرفتی که در این 35 سال 40 سال گذشته تا امروز رخ داده، میگن دیگه نمیشه زبان رو کاملا مثل زبانهای مردم جنگل‌های آفریقا مستقل و بدون واژه بیگانه به کارش برد. زبان یک ملت و یک دولت و یک سرزمینی که در میان ملت‌های گیتی قرار داره، به علت اون به ارتباط ها و پیوند های عجیبی که میان رادیو و تلویزیون و ماهواره و ایمیل و غیره و غیره هست، واژه ها خود به خود بدون دروازه وارد میشن، مرز نمیشناسن. اما همین رو هم باز دانشوران و زبانشناسان گفتن تا 15% 10 تا 15% در گفتار یک زبان اگر واژه بیگانه به کار بره خطر و زیانی نداره و ناگزیره به علت این ارتباطات این واژه ها بیاد به زبان. اما همونطور که خود شما تایید فرمودید و من هم خدمتون گفتم، ما با واژه هایی طرفیم که میزان آخه تحرک، متحرک، حرکت، محرکات، تحریکات، تحرکات، آخه این خراب میکنه زبان رو. جناب دکتر انقطاع گرامی، خود محمد و شما در نظر بگیرید، محمد، احمد، محمود، همین، بله بله بله، همه واقعا مثل خود تازیان که میزادند و کارشون جز این که بخوابند و بزایند و همین امورات زیر ناف و اینها بیشتر کاری ندارند، واژه هاشون هم به همین شکلی. شما تو رو خدا نگاه بکنید، زینب، سکینه، خدیجه، اینها تهوع آور نیست، وجدانن و شرافتن. حالا اگه معنیشو بدونید بیشتر تهوع آور میشه. بله، خدیجه بله، یعنی بچه شطور سخت شده. همینطوره بله. که میفرمایید فرض بکنید که بهترین واژه‌شون که فاطمه هست که به نام نمیدونم مثل گاوشی بچه گاو شیرده هست یا امثال هم، همه مورد تعزیز. به اضافه این که ما در وجدانن و شرافتن، من میخوام به ملت ایران بگم ما در طی این سالیان دراز از این قوم ظالم بدفرجام چه نیکی دیده ایم، چه خوبی دیده ایم. همین حالا نگاه کنید مجلس خبرگان رو نگاه کنید، مجلس نمیدونم شورای به قول چیز دوستداران شما، اون آب خورگاه چه میدونم، اون طویله، نگاه بکنید چه اشخاص ناموزونی، چه اشخاص نافرجامی، چه اشخاص بد
قیافه ای با اون دستاربندان اونجا نشستند و دستارها به سر بستند و شال و نعلین و عصا و عبا و فلان و اینها، اینها همه تحول‌آور دورانی است که باید برگردیم به اصل خود برگردیم و به ویژه به شما که در این مأموریت راستی بار سنگینی به دوش میکشید که واژه‌های پارسی پاک رو ارائه میدهید، من میخواهم صمیمانه به عنوان یک فرد لااقل با یک رأیی که دارم از شخص شما تشکر کنم جناب دکتر. سپاسگزارم آقای دکتر، تندرست و شادکام باشید، خدا نگهدار. گرم خدا نگهدار. در تایید سخن آقای دکتر، از خبرنگار از سالن گفتگوهای مجلس آخوندی فیلم می گرفته بود. نماینده مجلس ایران پرچم حزب الله پخش می کرد، به هر نماینده یه دونه پرچم حزب الله لبنان می داد. آقا تو کجات ایرانیه؟ کجات ایرانیه؟ خجالت نمیشی میگه من نماینده فلان شهرم؟ تو نماینده لبنانی، تو نماینده حزب اللهی. الو بفرمایید. با درود به شما آقای دکتر انقطاع. درود بر شما. امروز دیروز بود فکر میکنم در فیسبوک در یک قسمتی من حالا نمیدونم پست کی بود، اینم که حداد آقای عادل چند کلمه هم، البته من نتونست فرصت نکردم تمام مقاله رو بخونم، ولی من امروز تقریبا همشو گفتم. اون نخه اون پاراگرافی که نوشته بود، نوشته بود که آقای حداد عاقل عادل چند کلمه خودش ساخته. یکی این که پیشنهاد کرده برای کراوات بگن دراز گردن آویز نوشته بود. ببینید اینها، خب اینا خیال میکنن زبانشناسن. گفتم پدر داماد آقای خامنه ایه، خب باید یه چیزی بهش بدن دیگه. گفتن این شغل مفت، بلنش برو اینجا. من دقیقا فکر میکنم به خاطر این باشه که مثلا کسی که کراوات میزنه تغییرش کنم، بگن دراز گردن آویز. بله اونو شنیدم دیدم. بله مجلسی هم که شما این آقایی که قبل از من تلفن زدن و اینا، واقعا چقدر درست صحنه ها رو ترسیم کردن. شما ببینید تو مجلس این کف زمین نشستن و از لای انگشتای پاشون فتیله فتیله چرک بکشن بیرون و بعد با هم صحبت میکنن. این آخه واقعا شایسته و برازنده یک ملتی همین دیگه، همین بزرگ و قدیمی هست یا نه؟ آخه وقتی که همینطور که قبل آقای دکتر گفتن، آقای خامنه ای که میاد دستار فلسطینی ها رو به گردنش میبنده، این درست اینه یک چهار پای میمونه که برای اربابش گردن بند بسته بود، افسارش رو دادن دست آقا که یعنی اون فلسطینیه که بره. آخه تو شرم نمی کنی میگی من رهبر کشور ایرانم، بعد اون دستار فلسطینی به گردنته؟ سینه میزنن توی مجلس، سینه میزنن. بله سینه میزنن. مراسم سینه زنی در مجلس وجود داره. یعنی من فکر نمی کنم دیگه از این بدتر نمیشه دیگه، از این بدتر نخواهد شد. کرامت و فضیلت یک ملتی که این همه تاریخ گذشته و بله. نمیدونم اون وقت بیاد تاجیکستان آیین بزرگداشت فردوسی بذاره، از ایران به عنوان نماینده میهمان دعوت کنه، خیلی مسخره است. بله حالا یه آقای از تاجیکستان اومده بودن، ایشون زبانشناس بودن، رشتهشون بله های قدیم ایران بود و ایشان اومده بودن در این دانشگاهی که من کار میکنم اینا، بعد با هم صحبت میکردیم، میگفت که بچه‌ای که متولد میشه یک حافظ و یک شاهنامه همیشه زیر سرش میذارن. بله بله کاملا درسته. من عجیب بیش از حتی افغانستان. بله اینا آرزوی من سمرقند و بخارا و اینا رو همه رو واقعا اومدن. بله فرقی نمی کنه بینید من خونه شابور و اصفهان و شیراز، هیچ فرق نداره، هیچ فرقی نداره. بله بله دوشنبه و کولاب و بدخشان و خوارزم و اینا هیچ فرقی با هم نمیکنه. اینا همشون یه مولانا از اینجا میرفت، از نیشابور میرفت بلخ، از بلخ میرفت مرو. بله امروز یکی از رادیوها با من صحبت میکرد، میخواست من رو بیاره روی خط،
درباره این که بعضی از کشورها مثلا مثل ترکیه و غیره اومدن گفتن ابن سینا نمیدونم آذربایجانی بوده، ترک بوده، یا محمد زکریای رازی یا فارابی و و و اینو شما ما میاریم تو روخط بگید. گفتم من نمیتونم خودمو نگه دارم و من اون چی که بدنم. گفت هر چی میخوام. این قرار شده دوشنبه من با تلفن با این رادیو 670 آقای فیروزکار سخن بگم در این زمینه. وقتی که یک حکومتی دوست ارجمند خودش همیت ملی نداره، خب میدان میده به این کشورهای دیگه که این ارزشمندهای ما را، این بزرگان ما را بدزدن و حالا ملت ما را تحقیر میکنن. همین. اینا ملت ما را هم تحقیر میکنن. ببینیم، من یکی از دوستام، یه خانم جوانی در موزه لوور فرانسه ایستاده بود کنار یک دیوار بزرگ، دقیقا مثل که یه تیکه از تخت جمشید بریده بودن. بله اونجا دیدم، تو موزه لوور. بله اونجا هست. خیلی خیلی بیشتر از اون، از شوش و جاهای دیگر هم برشتن بردن تیکه تیکه، تون تون، با چند تون مثلا سنگ کشیدن بردن اونجا. و اتفاقا اینقدر مردم فحش و ناسزا و اینا گفتن که آقا اینا الان باید ایران باشه. من نوشتم دوستان عزیز، ایران تمام اون نگاره های من اینا رو دیدم، من فیلم بردار بودم در ایران، فیلم برداری میکردم اینا. نگاره هایی که در چیزهایی بوده، در دیوارها، در دل سنگها بوده، مثل یکیشون اصلا خود پیکره آناهیتا رو گرفتم با قرآن منحصر به فرد بود، اینو گرفتم با تا کاملا تراشیده شد. بله دوستان عزیز، خوشحال باش اینکه این الان در اینجا هست، تحت واقعا بهترین شرایط نگهداری میشه. پاسخش این بود که اگه گفتن اینها باید ایران باشه، باید پاسخ میدادید بابا تو ایران بود، نتونستن نگهش دارن آوردن اینجا. دقیقاً اگر تو ایران بود اینا دیگه، الان که اومده به اینجا رسیده. بله خیلی سپاسگزارم قربان. هر کسی بیاد در اونجا در اون موزه اینا رو ببینه میگه موزه ایران، اینا مال ایران. بله بله. و مال نمیم زیم بابا اینا نیست. بله. برها خیلی ممنون، شب و روزتون خوش باش. ما 3 دقیقه وقت داریم، هر چی تونستیم پاسخ میدیم، بقیه رو پشت خط من جواب خواهم داد. الو بفرمایید. آقای دکتر سلام عرض میکنم. درود بر شما باشه آقای دکتر، صدا آشناس. بفرمایید. بسیار مستفید میشیم از فرماشاتون. یک کلمه رو من در یک کتاب خوندم به نام آتا. آتا؟ یعنی چه؟ نفهمیدم. میتونید هجی کنید ببینم چه جور خوندی؟ گوشتون به تلویزیون نباشه قربان. الف ر به تلویزیون نگاه گوش ندید، شما جواب تلفن منو بدید. این رو چطور می نویسند؟ بله آر آل الف و لام؟ نه، آ ر چ الف آتا. آپتا. این فکر می کنم معنی به خصوصی داشته باشه، برای اینکه ممکنه به الف به تسه باشه، بتا باشه، آبتا باشه. اگه آبتا باشه همون الفبای یونانی باید باشه. در کدام کتاب بوده؟ در کتابای مال زردوش هستش. خب من اینو میبینم، پاسختون هفته دیگه بهتون میدم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. تو الف. بله بله نوشتم. الو بفرمایید. آقای دکتر سلام عرض میکنم. درود بر شما. من صدای میهن قبلی رو با صدای شما اشتباه کردم. بفرمایید آقای دکتر. خیلی وقتمون تنگه، لطفا بفرمایید که اقلا از شما من از گفتارتون سود ببرم. لطف شما سایز، همین فرصت نیست، فقط حالا فقط همین عرض سلام و خدافزی اینشان دفعه بعد خدمتون زنگ میزنم. بله بله خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم و خوشحالم که برنامه های منو گوش میدید. ناتمایی تو موفق باشید. قربون شما، شب و روزتون خوش. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. این ملک همیشه قهرمان داشت نداشت، مداح و گدا و روزخان داشت نداشت. اینقدر مگو کرب و بلا آب نداشت. ای شیخ برای تو که نان داشت نداشت،
تا درود دیگر، بدرود و پاینده ایران.